ene ervan. آشنایی با مقوله عرفان و تصوف. در این برنامه ها هر بار یک مقوله از مقولات عرفان و تصوف مورد بررسی قرار می گیرد. موضوع مورد بحث این جلسه تشریح عمیق‌تر و دقیق‌تر روش فراحسی برای شناخت مستقیم است. سلام. اگر گفتگوهای جلسه قبل رو بخوایم در یک جمله خلاصه کنیم، میتونیم بگیم که عرفان شناخت مستقیم غیرحسی هستیه. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که این گونه شناخت چه کمکی به بشر در درک خودش و محیط اطرافش و جهان میکنه و دستاورد این نوع شناخت اضافه بر شناخت علمی چیه؟ به چه دلیل ما به شناخت علمی اکتفا نکنیم و به این گونه شناخت رو بیاریم؟ بله، تو گفتگوهای جلسه قبل این مضمون رو مورد بررسی قرار دادیم که عرفان شناخت غیر حسی و شناخت فراحسیه، در حالی که علم بر مبنای شناخت حسی قرار داره. و در این حال هم گفتیم که عرفان دامنش بسیار وسیعه و هر چیزی میتونه سوژه شناخت قرار بگیره به معنی عرفانی کلمه. اینجا پیش از این که من به این پاسخ مخصوص به سوال معینی که الان شده بپردازم، این نکته رو یادآوری میکنم که عرفان دو مفهوم داره. یه مفهوم باز و گسترده داره به معنی مطلق شناخته و یک مفهوم خاص داره که عبارت است از شناخت خود و شناخت خدا، یعنی خودشناسی و خداشناسی، و این دوتا به همدیگه وابسته است. این معنی عرفان از یک جمله نشأت میگیره که میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدای خودش رو میشناسه. و این جمله حکمای یونانه که بر سردر معبدی نقش شده بوده که معادلش به زبان فارسی میشده خودشناسی مقدمه خداشناسیه و کسی که خودش رو بشناسه خدای خودش رو میتونه بشناسه. این مفهوم ویژه عرفانه. پس عرفان به مفهوم ویژهش یعنی خودشناسی و خداشناسی. اما در مفهوم باز کلمه عرفان شناخت فراحسیه که مکمل علمه، که مبتنی بر تجارب حسی و جمع‌بندی و استنتاج عقلانیه و استخراج قواعدی که علم رو تشکیل میده. حال اگر گفته بشه مانند این سوالی که الان شما طرح کردین که وقتی علم وجود داره، وقتی ما پنج حس داریم برای اینکه از طریق اون میتونیم جهان رو بشناسیم، چه نیازی به استفاده از حس ششم داریم؟ چه نیازی به استفاده از متد عرفانی، یعنی بیدار کردن یک حس اضافی داریم به نام حس ششم؟ و به طور کلی شناخت به مفهوم عرفانی کلمه چه کمکی به علم میکنه؟ پاسخ شما به طور مجمل اینطوری میتونیم ارائه بدیم که جهان سه بعدی توسط حس، حواس پنجگانه انسان قابل ادراکه، اما هستی محدود در جهان سه بعدی نیست و این رو علم الان ثابت میکنه. خود علم ماده تاریک و انرژی تاریک که قابل رصد توسط حواس نیستند، بخش اعظم هستی رو تشکیل میده. تا پیش از این هر چیزی رو که انسان‌ها نمیتونستند از طریق حواسشون تجربه بکنند، قائل به
عدمش می شدن، می گفتن اصلا وجود نداره، هر چیزی رو که وجود داره همون چیزی که حواس می تونن درکش بکنن. اما امروز دیگه علمی همچین حرفی رو نمی بزید. حالا از کجا معلوم که این شناختی که به این ترتیب حاصل میشه؟ چون دفعه پیش شما گفتین که یک شناخت فردیه، از کجا معلوم که این خواب و خیال فرد نباشه؟ خب ببینید، ما میگیم که شناخت غیر حسی یا شناخت فراحسی مبتنی بر بیدار کردن حس ششمه، باز کردن چشم سومه. ضرورتی نداره که این نوع شناخت به ماوراء الطبیعه برگرده، بلکه همین طبیعتی رو که توش زندگی میکنیم میتونیم با استفاده از قوای فراحسی خودمون بیشتر به کنهش نفوذ کنیم اگر متد عرفانی رو در شناخت به کار ببریم. میتونیم مثال بزنیم. وقتی دو نفر در تبادل اطلاعات در برابر همدیگه قرار میگیرند، فرض بکنیم که یکی از این دو طرف یا هر دوشون بتونه ضمیر طرف مقابل خودش رو بخونه، حتی حرفهایی رو که اون نمیزنه و مطالبی رو که بیان نمیکنه از طریق تلپاتی درک بکنه. تلپاتی یه نوع شناخت عرفانیه، یعنی بسیاری از مطالب میتونه اصلا بیان نشه ولی طرف مقابل اونها رو احساس بکنه. احساس کردن یعنی چی؟ یعنی درک کردن از طریق یک نیروی فراحس که با دیدن با شنیدن تفاوت داره. خیلی در مورد مثلا همین مقوله تلپاتی کردن شما دارین اشاره میکنین، خیلی موقع ها در کادر خارج از عرفان روش کار میکنن و به یه دستاوردهایی هم میرسن، یعنی الزاماً نمیشه مثلا آدم بخواد. گفتیم که متد عرفانی شناخت فراحسی، متد با سوژه شناخت تفاوت داره، یعنی اینکه از طریق تلپاتی میشه رازها و اسرار فوق محرمانه رو کشف کرد، اما میشه با استفاده از این متد به رازهای کیهان هم نائل شد، به رازهای آفرینش هم نائل شد، به جهان ماوراء حس هم پی برد. آخه همین سوال داریم از اینجاست که وقتی که این یه شناخت فردیه، یعنی طبق صحبت‌های جلسه قبل شما، این شناختی که حاضر میشه، این دستاوردی که از طریق عرفان آدم برفرض به یک مسائلی پی میبره که تا حالا نبرده از طریق فراحسی، خب این یه امر شخصیه که قابل تجربه نیست. برفرض من نوعی یک چیزهایی رو متوجه بشم، از کجا معلوم که این خیالات من نبوده باشه؟ یا یه کسی بیاد ادعا بکنه بگه که آقا الان مثلا چنین چیزی هست من کشف کردم، از کجا معلوم این اوهامی نداشته باشه، خیالاتی نبوده باشه، تصاویر ذهنی خودش نباشه و همین یه چیزایی داره میگه و اینا، و فرقش با یک شناخت واقعی که خارج از تخیلات اون آدم باشه چیه؟ بله، برای باز کردن این مطلب باید دو مقوله رو ما از همدیگه تفکیک کنیم. یکی بحث در اثبات حقانیت وجود مقوله شناخت فراحسیه، یعنی شناخت مکمل شناخت علمی که مقوله عرفانه با استفاده از نیروهای فراحسی. دوم سوژه های مورد شناخته، مطلبی رو که شما دارین عنوان میکنین به سوژه شناخت برمیگرده نه به متد شناخت. حالا برای روشن‌تر شدن مطلب من یه توضیح میدم. گفته شد که دو تا انسان میتونن با همدیگه تبادل فکر داشته باشن بدون اینکه بینشون هیچ موج قابل رصدی انتقال پیدا بکنه. پس تلپاتی ثابت شد. تلپاتی به عنوان یک نحوه تبادل اطلاعات فراحسی، یعنی بدون اینکه دو نفر با همدیگه حرف بزنن، بدون اینکه با نگاهشون چیزی رو بینشون رد و بدل بکنن، دو نفر که در دو اتاق جداگونه
در فاصله خیلی دور از همدیگه نشستن بتونن با همدیگه تبادل اطلاعات بکنن، ثابت میکنه که بشر علاوه بر پنج حسی که داره برای کسب اطلاعات نسبت به محیط و انتقال اطلاعات به محیط، وسائل دیگری هم داره که همون قوای فراحسی یا حس ششم یا چشم سومه. این به اثبات رسیده. هر انسانی ظرفیت و قابلیت بیدار کردن حس دیگری رو داره که با اون میتونه به شناخت مستقیم برسه. اما حالا میایم به مورد معین زمینه کاوش عرفانی میپردازیم. اگر یه نفر بیاد و بگه که مثلا من با فرشتگان یا مثلا با عالم غیب ارتباط دارم، از کجا ما بفهمیم که این مورد هم صحیحه و ناشی از تخیلات یا اوهام این فرد نیست؟ این مقوله به لحاظ علمی قابل اثبات نیست. این یه تجربه شخصیه، برای خود اون شخص حجت به شمار میره ولی برای دیگران حجت به شمار نمیره. یعنی تجربیات عرفانی چنان که گفتم اگر مورد مادی و عینی نداشته باشه، یعنی مثل مقولات تلپاتیک، تجربه فردی به شمار میره. و فرقش با اسکیزوفرنی چه؟ یعنی که خب اون کسایی که اسکیزوفرن هستن میان میگن که ما با یک جهان دیگه در تماس هستیم، وحی بهمون میشه، با فرشتگان با شیاطین تماس داریم، از این حرفای این تیپی خب خیلی زیاد ممکنه بزنن. این چه فرقی داره با یک عارفی که فرض کنید میگه که من به دنبال شناختی که حاصل کردم، شناخت عرفانی یا سلوکی که کردم، چنین کشفیاتی برای من حاصل شده؟ بین مکاشفات عرفانی عرفا و هذیاناتی که کسانی که دچار اختلال مشاعر و عوارض بیماری های روحی و روانی هستند، همیشه این خلط وجود داشته و مرز بسیار باریکی بین این دوتا هستش. چون مکاشفات عرفانی دارای محمل مادی نیست، اصطلاحاً توسط افلاطون و توسط عرفا گفته شده که شخصی که در حالت مراقبه بسیار عمیقه، روحش، قوه شناختش از مغزش و از بدنش جدا میشه و به عالم عقول مجرده و عالم مثال وصل میشه و حقایق رو مشاهده میکنه. مکاشفاتی داره، چیزهایی رو میبینه و بعد همونها رو به صورت اشعاری بیان میکنه، به صورت نقاشیهایی میکشه اینا. اما از جانب دیگه کسانی که دچار اختلال مشاعر و مثلا بیماریهای دو شخصیتی یا اسکیزوفرنی یا فعالیت بسیار زیاد بخشهای ایمجینتی و مغزشون هستن، یعنی قوه واهمه یا قوه متخیله، اونها هم ممکنه خیلی چیزها رو در ذهن خودشون تجسم بکنن و بیانش بکنن. فاصله بین این دوتا خیلی خیلی باریک. نهایت اینه که این هذیاناتی که اشخاص مختل المشاعر بیان میکنن خالی از حکمته، حکمتی توش نیست، در حالی که مطالبی که توسط عارفان و صاحبان مکاشفات بالا و والا بیان میشه پر از حکمت، آکنده از حکمت. و اینجاست که ما میتونیم درک بکنیم بیخردی رو و مقوله ورای خرد رو. یعنی میتونیم آیا اینطوری بگیم که اون مقولاتی رو که عرفا طی سلوکشون مکاشفه میکنن کمک میکنه به تکامل وجهه انسانی خودشون و یا حتی دیگران، ولی صحبتایی که آدمایی که از تخیلاتشون ناشی میشه چیزهای درهم برهمیه که هیچ کمکی هم به تکامل آحاد بشری نمیکنه؟ همینطوره. یعنی نه فقط کمکی به تکامل آحاد بشری نمیکنه، بلکه اون اشخاصی که متاسفانه گرفتار اوهام هستن، اینها
در یک ورطه غیر عقلانی دست و پا میزنن و در کوتاه مدت مشخص میشه که مطالبی که میگن بی سر و تهه و انسان با پیگیری اون مطالب راه به جایی نمیبره. اما برعکس کسانی که صاحب مکاشفات عرفانی هستند، اونها مطالبی که میگن راهگشاست، یعنی جایی که عقل کمیتش لنگ میشه، اون وقت اون کشف و شهود عرفانیه که راهنمایی انسان رو عهده‌دار میشه و چراغ فرا راه انسان میگیره. آیا میتونیم بگیم که شناخت عرفانی و فراحسی پیشگام میتونه، یعنی پیشگام شناخت علمی باشه؟ همیشه اینجوری بوده، یعنی وقتی ما آثار حکما و فلاسفه رو مطالعه میکنیم، اشخاصی مانند دکارت، مانند کانت که این اشخاص خردگرای محض بودن، یا ابو علی سینا، وقتی ما به اینا نگاه میکنیم مشاهده میکنیم که برای شناخت علمی و نیروی عقل یه حدی قائل میشن، اما میزان ظرفیت بشر رو برای شناخت محدود به عقل نمی کنن، بلکه کیلومترها، فرسخها، سالهای نوری زیاد فاصله قائل میشن بین اون فضایی که روح انسان میتونه توش پرواز بکنه و تجربیات عرفانی یعنی شناخت مستقیم انجام بده و اون فضای محدودی که عقل و حواس پنجگانه میتونن توش تجربه بکنن. ببینین حافظ میفرماید عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. پس مکاشفات عرفانی فراتر از این دایره است، بیرون از این دایره است و همراه با خودش یه حکمتی رو میاره، یه معرفت خاصی رو میاره. همون جوری که دستاوردهای علمی قانونمنده و اثر میذاره در عالم خارج، یعنی با به کار گرفتن اون قانونمندی ها آدم میتونه در فضای خارجی مؤثر واقع بشه، دستاوردهای عرفانی هم همینطوره و میتونه در عالم خارج و در تنظیم مناسبات اجتماعی و روابط بین افراد مؤثر واقع بشه و با خیالات و هذیانات تفاوت داره. با تشکر از شما برای این بحث و به جلسه دیگه مراجعه می‌کنم.